سخنگوی کاخ سفید گفت که نمیتواند گزارش های مربوط به حضور نظامیان ایرانی در سوریه برای انجام عملیات زمینی را تایید کند ولی چون این تحولی یک نمونه مهم و قابل اشاره از تأثیر اقدام نظامی روسیه است که باعث بدتر شدن اوضاع خواهد شد وی گفت دخالت روسیه در بحران سوریه موجب بازنگری گسترده در استراتژی آمریکا درباره سوریه نشده است وی هشدار داد روسیه هزینه حملات هواییش را در سوریه پرداخت خواهد کرد این خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه نه مر در گزارش اختصاصی اعلام کرده بود صدها نیروی ایرانی در ده روز گذشته وارد سوریه شدند تا در یک عملیات زمینی گسترده و با پشتیبانی هوایی روسیه علیه مخالفان بشار شرکت کنند مقام های جمهوری اسلامی ایران هنوز به این خبر واکنش نشان ندادند روسیه از روز چهارشنبه حملات هوایی خود را به گروه های شبه نظامی مخالف رژیم دمشق در استانهای های حما همس و ادلی آغاز کرد اما اهداف انتخاب شده توسط روسیه انتقاد آمریکا و متحدان غربیاش را برانگیخته است ایالات متحده روسیه را متهم کرده که هدف حملات آن داعش نیست بلکه نیروهایی هستند که از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا آموزش دیدن و مورد حمایت غرب هستند سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه نه مرد در مقر سازمان ملل گفت روسیه همانند آمریکا مواضع خلافت اسلامی و النصره را هدف قرار میدهد وی اطمینان خاطر داد که ارتش آزاد سوریه که مورد حمایت آمریکا و ترکیه هستند در میان این گروهها نیست وزیر خارجه روسیه اعلام کرد ما ارتش آزاد سوریه را یک گروه تروریستی نمیدانیم و معتقدیم که ارتش آزاد سوریه باید همانند سایر گروه های مسلح بخشی از یک روند سیاسی باشد در همین حال وزیر امور خارجه آلمان از آنچه که تصمیمات یک جانبه روسیه در اقدام مستقیم نظامی در سوریه خواند انتقاد کرد فرانک والتر اشتانمایر روز پنجشنبه نه مر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکرد و گفت نه واقعیتهای های داخلی و نه منافع ملی نباید مانعی بر سر حل و فصل بحران سوریه ایجاد کند. همزمان فیلیپ هامون وزیر امور خارجه بریتانیا مخالفت کشورش را با مشارکت نظام بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرد و گفت زهر اسد نمیتواند پاد زهر درمان سرطان داعش باشد آقای هامان روز پنجشنبه نه مهر در جلسه شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد درباره خاورمیانه تأکید کرد نظام اسد عامل آغاز بحران سوریه بود و اسد بود که زمینه پرورش داعش و دیگر گروه های جهادی را به وجود آورد او بود که در ابتدای بحران جهادی ها را از زندان ها آزاد کرد او است که اکنون به نام آنها تجارت می کند او است که در مقایسه با طرف های دیگر بیشترین شمار از غیر نظامیان را در سوریه می کشد. آقای هامون گفت بهترین مشارکتی که اسد و اطرافیانش می توانند داشته باشند این است که منافع کشورشان را بر منافع خود مقدم بدارند و کنار بروند تا راه را برای روند انتقالی که به جنگ داخلی پایان میدهد هموار کنند روندی که زمینه اتحاد سوریها علیه تروریسم و تشکیل دولت فراگیر نماینده همه مردم را فراهم می کند آقای هامون همچنین گفت دخالت روسیه در سوریه به نظام اسد روحیه داد و باعث تغییر واقعیت ها شد وزیر امور خارجه بریتانیا سخن کسانی را که میگویند این ملت سوریه هستند که بر سر آینده بشار اسد تصمیم گیری میکنند توهم آلود توصیف کرد و گفت چگونه میتوان در این کشور انتخابات سالم برگزار کرد در حالی که صدها هزار نفر را کشتند دوازده میلیون نفر را به پناهجو تبدیل کردند و بسیاری هم خارج از کشورشان هستند در خبری دیگر از سوریه حسن حاج علی فرمانده لشکر سقور جبل که با دولت سوریه می جنگد گفت از جمله اهداف بمباران شده توسط جنگنده های روسیه یکی از پایگاه های این لشکر در استان ادلب است که در دو حمله هوایی با 20 موشک هدف قرار گرفت نیروهای لشکر سغورت جبل توسط نیروهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در قطر و عربستان سعودی آموزش دیدند از ساعت یک بعد از ظهر امروز در ابتدا دیداری با آقای اولاند و پوتین انجام گرفت به دلیل دیرتر از ساعت دو نیم بعد از ظهر تا هفت شب دیدار مشترک سران آلمان خانم مرکل آقای اولاند آقای پوتین و همینطور رئیس جمهور اوکراین در مورد مسئله اوکراین البته این دیدار از پیش برنامه ریزی شده بود اما در فردای بمباران موازه ای که در سوریه انجام گرفته توسط روسیه این دیدار قطعا به مسئله سوریه هم خواهد پرداخت و خبرهایی که در 48 ساعت گذشته شنیده شده به طرح و بررسی بار دیگر دیده خواهد شد تلویزیون المیادین در لبنان و جانبدار حکومت سوریه میگوید که هواپیماهای روسی سی عملیات جنگی انجام دادند روسیه میگوید که عملیات ممکن است حتی تا سه ماه به طول بکشد و دیروز سفیر روسیه در پاریس آقای الکسی پوچکوف می میگفت که شاید در کمتر از یک سال بتوان ناظر انجام انتخابات جدید و آزاد و زیر نظر محافل بین المللی بود دیشب آقای اولاند اعلام کرد که اگر عملیاتی نظامی به کار می باید داعش را هدف قرار بدهد و نه دیگران رو ناظران می گویند هواپیماهای روسی در جاهای عملیات نظامی انجام دادن که در برخی از این مناطق اصولا داعش وجود نداشته باید اضافه کرد که روسیه در سازمان ملل طرح تازه‌ای در شورای امنیت برای مبارزه با تروریسم مطرح کرده است بر حال اگرچه رابطه فرانسه و روسیه در حد ایدئال گذشته نیست به خصوص بعد از تحریم ها و لغو تحویل دو ناو جنگی میسرال اهمیت موضوعات و اصولاً تاریخچه رابطه فرانسه و روسیه به گذشته دور برمیگرده و این احتمال که هر چه زودتر توافقهایی به دست بیاید بسیار است در لحظه که این گزارش رو مشاهده میکنید هنوز این نشست پنج ساعته که از ساعت دو و نیم بعد از ظهر در کاخ لیزه آغاز شده ادامه دارد پاریس تلویزیون ایران فردا به گزارش خبرگزاری های ایران دفتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده است مراسم بزرگ داشت و یادبود جان باختگان حادثه منا اصر روز یک شنبه دوازده مهر در محل دفتر او تهران برگزار خواهد شد. این اطلاعیه در حالی منتشر شده است که به نظر می رسد از شدت حملات لفظی مقام های ایرانی به دولت عربستان کاسته شده است. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه گفته است جمهوری اسلامی ایران به دنبال سیاسی کردن فاجعه منان نیست بلکه مسئولیت پذیری و شفافیت کامل در مورد این فاجعه را خواستار است. آقای عراقچی روز پنج شنبه نه مهر در نشست وزیران امور خارجه عضو سازمان همکاری های اسلامی در نیویورک در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه عربستان که در این جلسه از سیاسی شدن حادثه ی مکه انتقاد کرده بود خطاب به وزیر امور خارجه عربستان گفت در این حادثه تأصف آور جان هزاران نفر از حجاج از دست رفته است که 465 نفر از آنها ایرانی بودند. آقای عراخچی گفت پس از گذشت هشت روز از این حادثه نزدیک به دویست نفر از حجاج ایرانی همچنان مفقود هستند و اطلاعاتی در مورد سرنوشت آنها در اختیار خانواده های آنها قرار نگرفته است. متاسفانه احتمال می رود همگی کشته شده باشند. عادل الجبر وزیر امور خارجه عربستان در پاسخ به آقای عراخشی گفت است ما هم در پی شفافیت و تحقیق و بررسی موضوع هستیم و کسانی که قصور کرده اند قطعاً به مجازات خواهند رسید ما درس های خود را از این حادثه گرفتیم و کلیه ی ترتیبات لازم را برای عدم تکرار چنین فجایعی در آینده به کار خواهیم گرفت در همین حال احمد جنتی امام جمعه موقت تهران روز جمعه ده مهر گفت موضع رژیم سعودی به محض شنیدن سخنان رهبری در جمع فرزندان نظامی ملت در نوشهر 180 درجه تغییر کرد و این به معنی اقتدار ولایت است. این گفته جنتی در تعارض با سخنان وزیر بهداشت ایران است که پیش از سخنان خامنه ای گفته بود سعودیها در این حادثه مقصر نبودند و نهایت همکاری را با ما دارند، برعکس گفته جنتی سخنان آیت الله خامنه این موجی از حملات گسترده علیه او و تندروهای رژیم را به همراه داشت بگونه ای که شماری از رسانه های کشورهای حاشیه خلیج فارس حملات خامنه ایران نشانه خشم او از شکست سنگینش در یمن و خونسا شدن توتعه ها در حج و در بحرین دانستند همزمان ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور گفته است پرونده ی حج تمتع امسال به هیچ وجه بسته نخواهد شد و باید کمیته حقیقتیاب به منظور بررسی فاجعه منا تشکیل شود این نکته بود که محمد حسن آسفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز بر آن تاکید کرد و گفت تشکیل کمیته حقیقتیاب از ضرورت های مهمی است که امروز باید در دستور کار قرار گیرد زیرا برخی از موارد حادثه منا مشکوک است وی خبر داد که این کمیته هفته ی آینده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی می شود این نماینده مجلس تصریح کرد ما منتظر هستیم مسئولان بعثه و سازمان حج و زیارت به کشور بازگردند تا ابعاد موضوع را در کمیسیون امنیت ملی بررسی کنیم وی همچنین خبر داد چند تن از نمایندگان مجلس برای بررسی ابعاد حادثه منا به عربستان اعزام می شوند آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع نزدیک به حکومت ایران در قوم در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفت این حادثه در نوع خود استثنا بوده است و ابعاد دیگری مانند دلزدگی مردم از مناسک حج دارد. واکنش آیت الله مکارم شیرازی به پیام است که در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی منتشر می شود و از مردم می خواهد تا به جای رفتن به حج پول خود را صرف امور خیریه در کشور کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس هم در این دیدار گفته در شرایط کنونی افراد زیادی هنوز در کانتینرهای حمل اجساد هستند و به علت نگهداری نامناسب شناسایی آنها مشکل شده. از طرف دیگر، بر اساس آمارها بیش از 7 تا 8 هزار نفر در حادثه منا جان باختند. این در حالی است که دولت عربستان بر پایه گزارش هیئت های حج کشورهایی که شهروندانشان در حادثه مجروح و یا به قتل رسیده اند، تعداد قربانیان را 800 و مجروحان را 1000 تن ذکر کرده است و ادعای لاریجانی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی پایه درستی ندارد و بیشتر برای بهره سیاسی و تبلیغاتی از این فاجعه است. همزمان رسانه های ایران از تغییر در برنامه های صدا و سیمای ایران خبر دادند که به شدت تحت تاثیر حادثه ی منا قرار گرفته بود. شبکه های تلویزیونی و خصوصا شبکه ی خبر که تحت تاثیر این فاجعه تلخ انسانی با پایان سه روز اعضای عمومی همچنان درصد قابل توجهی از آنتن خود را به انتشار اخبار و تصاویر مربوط به این اتفاق اختصاص داده بودند با نزدیک شدن به عید قدیر کمی از سنگینی حجم این اخبار برنامه ها و گزارش های برانگیز کاستند تبلیغات و سیاه نمایی سیمای رژیم ایران از حج باعث شد که موجی از مخالفت با انجام مراسم حج در میان مردم براه افتد و به مرور رژیمی را که مدعی سیانت از اسلام و واجبات دین است به وحشت انداخت و در چرخشی آشکار به بهانه عید قدیر ناگهان تبلیغات سیاه متوقف و جای آن را فیلم و سریال و شوهای شاد گرفت. به دنبال تیراندازی در یک کالج در ایالت اورگان در غرب آمریکا و کشته شدن ده نفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه نهم مهر ما از آنچه انتخاب سیاسی آمریکا در آزادی اسلحه خواند انتقاد کرد آقای اوباما که با چهره و لحن گرفته در میان خبرنگاران حاضر شده بود و با عصبانیت سخن می گفت افزود این یک انتخاب سیاسی است که اجازه می دهیم هر چند ماه یک بار چنین اتفاقی در آمریکا بیفتد آقای اوباما با تاکید بر اینکه تسلیت گفتن و ابراز همدردی با خانواده ها کافی نیست گفت ما به صورت جمعی پاسخگوی خانواده هایی هستیم که عزیزانشان را به خاطر بیعملی ما از دست دادند او گفت ما در مقابل این مسئله بیحس شده ایم رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت ما تنها کشور پیشرفته در جهانیم که هر چند ماه یک بار شاهد وقوع تیراندازی و کشدار دست جمعی هستیم آقای اوباما از ابتدای ریاست جمهوری خود تلاش کرده است قانونی برای اعمال محدودیت بیشتر بر استفاده از اسلحه به تصویب برساند اما این تلاش ها تا کنون نتیجه در بر نداشته است اقدام رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال محدودیت در مالکیت سلاح در این کشور با واکنش جدی لابی قدرتمند اسلحه در آمریکا و حامیان آن در کنگره مواجه شد روز پنجشنبه نهم مهر در ماجرای تیراندازی در کالجی در شهر روزبرگ ایالت اورگان آمریکا ده نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. پیش از این گزارش های زد و نقیزی از سوی مقام های این منطقه در مورد تعداد کشته شدگان این حادثه منتشر شده بود از جمله جان هانلین یک مقام پلیس منطقه گفته بود تعداد کشته شدگان ده نفر است پلیس نام مرد مسلحی را که در این حمله ابتدا نه نفر را کشت و سپس خودش به دست پلیس کشته شد کریس هارپر اعلام کرده است کیت براون فرمانده ایالات اورگان در یک کنفرانس خبری در این رابطه گفت فرد مهاجم مردی 26 ساله بوده و در تیراندازی متقابل نیروهای انتظامی کشته شده است مقام های مسئول هنوز درباره انگیزه فرد زارب ابراز نظر نکردند. پیش از این اداره آتشنشانی این منطقه در حساب توییتر خود موضوع تیراندازی را تایید کرده و از مردم خواسته بود که از منطقه دوری کنند. این کالج در منطقه روزبرگ در ایالت اورگان غرب آمریکا واقع شده که ایک منطقه یک منطقه روستایی در 281 کیلومتری جنوب شهر پورتلند مرکز این ایالت است. یک مقام کاخ سفید گفته آقای اوباما در جریان این موضوع قرار گرفته و تحولات مربوط به حادثه را دنبال می کند. مادر یکی از دانشجویان این کالج به CNN گفته بود پسرش صدای هیچ یک از سی گلوله شلک شده را نشنیده است و احتمالا در این حمله از صدا خفه کن بر روی اسلحه استفاده شده است دانشجویان این کالج اکنون به محل دیگری منتقل شدند تا به خانواده هایشان بپیوندند این کالج دارای 16 ساختمان است و 100 هکتار وسعت دارد. جو اولسون یکی از رؤسای پیشین این کالج گفته است کالج هیچ معمور حفاظت رسمی نداشته و سال گذشته در مورد به گرفتن نگهبان مسلح برای محوطه کالج بحث‌های مطرح بوده است. خبرگزاری رویترز شامگاه پنجشنبه نهم مهر در گزارشی به نقل از خبرگزاری دولتی بهرین نوشت که دولت این کشور علاوه بر فراخواندن سفیر خود از تهران کاردار ایران در منامه را عنصر نامطلوب خوانده و به او هفتاد و دو ساعت فرصت داده که خاک این کشور را ترک کند این اقدام دولت بحرین یک روز پس از انتشار گزارش وزارت کشور بحرین صورت گرفته است که بر اساس آن یک کارگاه ساخت بمب در نزدیکی پایتخت این کشور کشف شده و چند مزنون به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران در این ارتباط بازداشت شدند کاردار ایران در منامه محمد بابایی است که به تازگی و در پی اعتراض بحرین به سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به وزارت خارجه بحرین احضار شده بود وزارت کشور بحرین روز چهارشنبه هشتم مهر از کشف یک کارگاه بزرگ ساخت بمب در جنوب منامه و دستگیری تعدادی مزنون مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر داد این گزارش همچنین حاکی از کشف یک تن مواد منفجری پرقدرت در این کارگاه بود و در پی آن رئیس پلیس بحرین مسئولیت راه اندازی این کارگاه را متوجه جمهوری اسلامی ایران دانست ایسا الحمادی وزیر اطلاع رسانی بحرین نیز در همین ارتباط گفت دلایلی وجود دارد که نشان میدهد ایران نقشه های شومی برای بحرین دارد. دو هفته پیش بود که مرزیه افغان سخنگوی وزارت خارجی ایران گفت به دولت بهرین توصیه می کنم به جای فرافکنی و ایراد اتهام های بی اساس که با هدف سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلیش صورت میگیرد گیرد روی کرد امنیتی پلیسی را کنار نهاده و از طریق گفتگوی سیاسی واقعی با مردم به فکر سامان دادن به بحران موجود در این کشور باشد خبرگزاری ایرنا نوشته است گزارش های متعددی که تاکنون از سوی سازمان های حقوق بشری در سطح بین المللی منتشر شده بیانگر حضور بیش از سه هزار زندانی سیاسی در زندان های بحرین است که بیشتر آنها شکنجه شدند. این در حالی است که حتی اپوزیسیون مورد حمایت جمهوری اسلامی در بحرین چنین ادعایی ندارند. هنگامی که پادشاه بحرین با تغییر نظام از امارت به پادشاهی مشروطه دست به اصلاحات گسترده ای زد، شیعیان بحرین توانستند نیمی از کرسیهای پارلمان را در اختیار بگیرند و چهرههای سرشناس اپوزیسیون شیعه هم مانند دکتر مجید علوی وارد کابینه بحرین شدند. با این حال جمهوری اسلامی دست از تحریکات خود بر نداشت و عامل درگیری هایی شد که دولت را به اتخاذ تصمیمات امنیتی و تنگتر کردن دایره آزادی های مدنی واداشت. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مسلحت نظام تنش موجود میان ایران و بحرین را در راستای تحریکات دولت عربستان سعودی علیه جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت ما به دنبال ماجراجویی نیستیم و باید اقتدارمان را حفظ کنیم آقای رضایی تأکید کرد که به آینده روابط ایران با عربستان خوشبین نیست منصور حقیقتپور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز تنش میان تهران و منامه را ناشی از سیاست های عربستان سعودی خان و گفت دولت بهرین در حد و اندازه نیست که این گونه اقدامات را انجام دهد بلکه برخی حلقه های بابستگی این کشور به عربستان عامل این اقدام است وی تاکید کرد در صورت اصلاح رفتار عربستان موضع و رفتار بهرین هم به طبع آن اصلاح خواهد شد اغلب کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ایران را متهم به دخالت در امور داخلی خود می کنند حامد هرشانی رئیس کمیته امور خارجی در پارلمان کویت روز هشت شهریور گفته بود برای همه روشن شده که ایران دشمنی است که توطعه میچیند تا کشورها و منابع ما را ببلعد این کشور دشمن حقیقی منطقه است مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن رئیس جمهوری آمریکا از لغو تحریم های ایران پیش از پرداخت خسارت از سوی تهران به قربانیان ترور منع می شود. طرح تازه روز پنج شنبه نه مهر در مجلس نمایندگان با و یک رأی موافق در مقابل 173 رأی مخالف به تصویب رسید. طبق این طرح تا زمانی که ایران خسارت چهل میلیارد دلاری تعیین شده در دادگاه های آمریکا برای قربانیان آمریکایی عملیاتی تروریستی مرتبط با ایران را پرداخت نکند باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نمیتواند تحریم های ایران را لغو کند. همزمان دادگاه عالی آمریکا با درخواست بانک مرکزی ایران برای تجدید نظر در حکم دادگاه فدرال در زمینه پرداخت و 1.750 میلیون دلاری به خانواده های قربانیان حملات تروریستی از جمله بمبگذاری سال 1983 در لبنان موافقت کرد این بمبگذاری باعث مرگ 241 و و سرباز آمریکایی شده بود قضات دادگاه عالی موافقت کردند تا حکم یک دادگاه تجدید نظر در نیویورک را بررسی کنند که علیه بانک مرکزی ایران صادر شده و تأکید کرده است که باید یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون دلار از محل دارایی های آن به صدها قربانی و خانواده های کسانی که در حملات تروریستی مورد حمایت دولت ایران کشته یا زخمی شدند به عنوان قرامت پرداخت شود. پرونده این موضوع 20 سال است که جریان دارد و تجدید نظر دادگاه عالی پس از آن صورت میگیرد که ایران و شش قدرت جهانی از جمله آمریکا توافقی برای حل و فصل برنامه هسته ایران امضا کردند. دیوان عالی آمریکا فروردین ماه امسال نظر دولت اوباما را درباره نحوه دریافت قرامت از ایران جویا شده بود. بر اساس گزارشی که روزنامه وال استریت جورنال منتشر کرده است، یک مقام وزارت دادگستری آمریکا روز 29 مرداد از دیوان عالی این کشور خواسته بود با درخواست تجدید نظرخواهی ایران مخالفت کند. بانک مرکزی ایران اعلام کرده است ضبط دارایی‌های آن نقض موافقت نامه های میان ایران و آمریکاست. پس از اینکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سال 2012 دستور مسدود سازی دارایی های ایران از جمله اموال متعلق به بانک مرکزی را صادر کرد، مبلغ یاد شده در یک بانک به امانت گذاشته شد. به گزارش آسوشیتد پرس احتمالاً پس از کسر هزینه های دولت فدرال به هر خانواده 5 میلیون دلار پرداخت شود. انتظار می رود که دادگاه عالی در فصل زمستان به این درخواست رسیدگی کند. بمبگذاری سال 1983 در لبنان به گروه حزب الله نسبت داده می شود که از سوی ایران پشتیبانی می شود. وکلای مدافع خانواده های قربانیان گفتند شواهد نشان می دهند که روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و سایر رهبران ایران این بمبگذاری را برنامه ریزی و دستور انجام آن را صادر کردند. اوایل بامداد 23 اکتبر 1983 کامیونی حامل بیش از 1000 کیلوگرم مواد منفجره با عبور از یک پست بازرسی خود را به یک ساختمان نظامی چهار طبقه در بیروت کوبید و منفجر شد. این انفجار زمانی رخ داد که سربازان در خواب بودند. سربازان کشته و زخمی شده در این ساختمان نظامی بخشی از نیروهای چند ملیتی حافظ صلح بودند که برای ایجاد صبات در لبنان درگیر جنگ داخلی میان مسیحیان و مسلمانان به این کشور رفته بودند. لایحه حقوقی علیه ایران بر اساس قانون سال 1996 ایالات متحده تسلیم دادگاه شده است که به آمریکایی ها اجازه می دهد تا علیه ملت هایی که وزارت خارجه آمریکا آنها را در فهرست حامیان تروریسم قرار داده است اقامه دعوا کنند. در پی سقوط یک هواپیمای ترابری آمریکا در جلال آباد افغانستان دست کم یازده نفر در بامداد روز جمعه دهم ده کشته شدند به گفته وزارت دفاع آمریکا هواپیمای ترابری آمریکا از نوع سی 130 بوده و پس از برخواستن از فرودگاه جلال آباد دچار سانحه شده است هنوز مقامات رسمی دلیل سقوط این هواپیما را اعلام نکردند اما نیروهای طالبان مدعی‌اند که این هواپیما را سرنگون کردند گروه طالبان اعلام کرده که در این حمله پانزده سرباز خارجی و شماری از نظامیان افغان کشته شدند زبی الله مجاهد سخنگوی طالبان در خبر توییتری نوشته است مجاهدین یک هواپیمای چهار موتوری آمریکا را در جلال آباد سرنگون کردند ناتو این ادعا را تایید نکرده است طالبان پیش از این در حین انجام برخی نبردها میان این گروه و نیروهای دولتی افغانستان یا نیروهای خارجی گفته هایی را مطرح کرده بود که تایید نشده یا رد شدند خبرگزاریها میگویند این گروه تمایل به بزرگنمایی رخدادها و استفاده تبلیغاتی از آنها دارد به گفته پنتاگون در این سانحه شش سرباز آمریکایی و پنج پیمانکار غیرنظامی کشته شدند غیرنظامیان نظامیان در یک برنامه آموزشی ناتو در افغانستان مشغول کار بودند. به گفته سرهنگ برایان تریبوس از ارتش ایالات متحده پیمانکارانی که قربانی این حادثه شدهاند برای یک برنامه آموزشی که از سوی پیمان آتلانتیک شمالی برگزار می شود کار می کردند. هواپیماهای باربری و ترابری c 130 هرکولس ساخت شرکت لاکید ایالات متحده قابلیت بلند شدن و فرود آمدن بر زمین ناهموار را دارند ارتش آمریکا از این هواپیما برای نقل و انتقال نفرات ادوات و تجهیزات به ویژه در کشورهایی مانند افغانستان استفاده می کند. پیمان آتلانتیک شمالی نیز هنوز دلیل و جزئیات سقوط هواپیما را مشخص نکرده است سقوط هواپیما در شرق افغانستان در زمانی رخ داده که ارتش آن کشور در حالی که از حمایت هوایی آمریکا و نیروهای ویژه ناتو برخوردار شده به سوی مرکز شهر قندوز پیشروی کرده است در همین حال وزارت دفاع و کشور افغانستان اعلام کردهاند شهر قندوز به طور کامل از حضور طالبان پاکسازی شده است عمده نیروهای اطلاف ناتو به رهبری آمریکا از افغانستان خارج شدند اما گروهی کوچک از نیروهای ناتو از جمله گروهی از سربازان آمریکایی همچنان در آن کشور حضور دارند پیمان آتلانتیک شمالی و ایالات متحده به طور عمده مشغول آموزش نیروهای نظامی افغان هستند